حکومت های ایدئولوژیک اگه از اون اصول برگردن، اولین دشمنانش همونهایی میشن که پایگاه اون هستن. یعنی شما فکر کنید در جمهوری اسلامی این آمریکا ستیزی از کجا آمده؟ از کجا شکل گرفت این آمریکا ستیزی؟ تا اونجایی که ما میدونیم در زمان آقای کارتر آمدن با خمینی صحبت کردن، به او وعده دادن، اولین کشورهایی هم که این رژیم انقلابی رو پذیرفت خود امریکا بود. نشستن در الجزایر این دوستان، حالا به نوعی اینا لیبرال اون زمان، نبوی ها و بازرگان ها و چمران ها و اینا بشینه صحبت کنن با امریکا. نه امریکا کسی حمله کرده بود به این رژیم، نه چی. حالا فرض کنید امریکا حامی رژیم گذشته بود، خب به شما چه؟ فرض کنید امریکا به شاه کمک کرد در کنار گذاشتن مصدق، خب به شما چه؟ این آمریکا ستیزی شما از کجا میاد؟ خب جدا از این که در اون ایدئولوژی معنا داره، یه خطایی بود که خمینی مرتکب شد زمانی که دانشجویانی رفتن سفارت امریکا رو گرفتن، او هم تایید کرد، حتی قبلا گرفته بودن تایید نکرده بود، آمدن بیرون یکی دوبار این مسئله رخ داد. تا اینکه وقتی اون سفارت رو گرفتن، وقتی خمینی تایید کرد و این رو انقلابی بزرگتر از اون انقلاب اول دونست، فضا وارد گفتمان ایدئولوژیک شد. خب اقدام کردی، حالا باید تئوری هم بسازید براش. یعنی باید به مردم نشان بدید اینجا لانه جاسوسی بوده، امریکا اینطوری بوده، امریکا دشمن ماست و هر چیزی بسازید. خب حالا اینا رو ساختی، آیا میتونید به راحتی از اون برگردید؟ خب اگر امروز شما مستقیما با آمریکا اختلافات خودتون رو حل بکنی، همین هایی که در درون رژیم پایه های قدرت شما هستن، بازوان قدرت شما هستن، بر شما خورده میگیرن. آقا این استکبار ستیزی که امام فرمود چه شد؟ مگه اینا مستقر نبودن؟ مگه اینا امپریالیست نیستن؟ چرا امروز داریم با اونو صلح میکنیم؟ برای همینه که حتی مذاکرات با امریکا مخفیانه انجام میشه، مثلا در عمانی، در قطری، در جای دیگری، یا موردی انجام میشه. من در مورد موضوع خاصی که خیلی حساسیت داره میرم صحبت میکنم. روابط نزدیک با آمریکا خیال دوست در درون این رژیم رخ نخواهد داد. اینا رژیم ایدئولوژیکن. گاهی ممکنه صلحی بکنن. حتی هیتلر با شوروی صلح کرد. برای شروع جنگ جهانی دوم، برای که خیالش راحت بشه، اومد با شوروی صلح کرد. حتی استالین باور نمی‌کرد که هیتلر بخواد به سرزمینش حمله بکنه. وقتی به او خبر دادن که آلمان نازی وارد مرزهای شوروی شده، اصلا شوکه شد. همین تاکتیکه. چون در درون ایدئولوژی شما نمیتونی پایه‌های ایدئولوژی رو سست بکنی. چون خودت هم محصور میشی در اون ایدئولوژی. بنابراین اسرائیل ستیزی، امریکا ستیزی، غرب ستیزی با شدت و ضعفش در درون ایدئولوژی این رژیم هیچ وقت به نتیجه محدود نخواهد رسید. یعنی تحلیلگرانی که ما داریم که فکر میکنن با آمدن فلانی ما روابطمون با آمریکا خوب میشه، با اسرائیل خوب میشه، و خیالات خام دوستان، این رژیم مبناش ایدئولوژیکیست که دشمن رو از قبل تئوریزه کرده، اسرائیل و یهودیت رو در اسلام تئوریزه شده تا به امروز رسیده. مسئله فلسطین مسئله ثانویه است. اسرائیلی ها فلسطینی ها رو نمیدونم فلان میکنن و اینجوری میکنن. بله خب اینجوری این کارا میکنن، نه اینکه نکنن، هر دو طرف مقصره، هم فلسطینی ها هم اونا. اونطور ریشش بر نمیگرده به مسلمان ستیزی، به اسلام ستیزی، چون چینی ها تو اویغور، مسلمانان اویغور رو همین کارا رو میکنن. اما جمهوری اسلامی به اونا ایراد نمیگیره که شما چرا مسلمانان اویغور رو این کارو کردید، چون چین ستیزی تئوریزه نشد در درون ایدئولوژیش. صد جا دیگه هم مسلمان های دیگه کشته بشن، ممکن رژیم اصلا مهم نباشه بسش. اما اگه یه بازرگان یهودی یه سیلی بزنه به یه گردن کلفت مسلمان، اینجا دیگه وارد فضای ایدئولوژیک میشه. نه حتما این تاجره، حتما این دستفروش یهودی یه نقشی داشت، بخواست اسلام رو تغییر، چون انقدر عقبه یهودی ستیزی در اسلام وجود داره تا امروز هم طول کشید. اسرائیل هم به عنوان یک کشور بهانه شده که بقیه کشورهای اسلامی و از جمله جمهوری اسلامی هم بیان و با اون مقابله بود.
در درون این دشمنسازی رژیم های ایدولوژیک زندگی میکنه. ممکنه در جزئیات یه جایی با هم توافق کنن چون مقتضیات زمان اینطوری هست، اما جوری وانمود میکنن که ما آشتی نداریم با این. ولی باید صحبت هم اگه میکنیم با واسطه صحبت میکنیم یا در مورد یه موضوع کوچیک، اما مشکلات بنیادین ما سر جاشه. بنابراین تا رژیم جمهوری اسلامی وجود داره 1% هم فکر نکنیم که این رژیم میاد با جهان غرب سازش میکنه، با اسرائیل سازش میکنه، او رو به رسمیت میشناسه، چون چیز نشدنی است. اخیرا هم دیدم خامنه‌ای همین حرفو زد. قبل از انتخابات گفت سیاست خارجی و روابط با امریکا از حیطه تمایل رؤسای جمهور خارجه. کسی که صحبت از گفتگوی همه جانبه با امریکا میکنه اشتباه میکنه. و شما میدونید اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی سیاست خارجی رو به عهده رهبر گذاشته، یعنی خط مشی‌های کلی و سیاست‌های کلی نظام رو به عهده رهبر گذاشته، حسن اجراش هم با رهبر، یعنی آیا درست داریم عمل میکنیم یا نه. به همین دلیله که اگر رئیس جمهور امریکا تلفن میزنه به آقای فلانی، اون آقا گوشی رو بر نمیداره مگر اینکه رهبر بهش بگه بردار، چون امریکا در حوزه ایدئولوژی و گفتمان رژیم جای دشمن رو داره. من اگه برم با او سازش بکنم، مشکلاتم رو با او حل بکنم، این نیروهای تندرویی که اساس رژیم منن به من میگن چیکار کردی، برای چی این کارو کردی، همین لاحق الا لله رخ میده. اینا در پس ذهنشونه،